خط خبرها، افشاگری علی جوانمردی، افشای بزرگترین شبکه پرستوسازی و روسپی‌خانه اداره اطلاعات، وکیل خانواده علی یونسی گفتند تا مصاحبه تلویزیونی نکند از بند امنیتی بیرون نمی رود. سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می کنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار افشای بزرگترین شبکه پرستوسازی و روسپی‌خانه اداره اطلاعات و استانداری کرمانشاه سمنها. علی جوانمردی بزرگترین شبکه پرستوسازی و روسپی‌خانه اداره اطلاعات کرمانشاه را در پوشش سازمان‌های مردم نهاد معروف به سمن افشا می‌کند. شبکه فاسد سمنها با مشارکت حوزه امور اجتماعی و بانوان استانداری کرمانشاه سازماندهی و آماده ارائه خدمات امنیتی و جنسی می‌شوند. خانم تنفروشی با نام حجتی مسئول اجرایی پرستوسازی و انتخاب روسپی‌ها در اداره اطلاعات کرمانشاه است. حجتی عضو رسمی و مخوف و مسئول سازمان‌های مردم نهاد در اطلاعات کرمانشاه است که به دلیل روابط جنسی با مدیران بالادستی آنها را کنترل و برای نیاتش به خدمت می‌گیرد. نفوذ حجتی به گونه‌ای است که در موارد متعدد بدون هماهنگی با مدیر کل اطلاعات استان برنامه‌های خود را پیش می‌برد. او در یکی از جلسات امنیتی و قبل از نشست با NGO‌های کرمانشاه میگوید سمنها گنجینه عظیم پرستوهای امنیتی نظام علیه مخالفان در سراسر دنیا هستند. اواسط مرداد ماه جاری فریبرز نجفی مه مدیر کل اجتماعی نشستی با عنوان جدی هماندیشی سازمانهای مردم نهاد با مدیر کل و معاونین اطلاعات استان برگزار کرد تا پروژه حجتی ادامه یابد. بخشی از فسادهای نجفی مهر در همکاری با اطلاعات به زمان شهرداری وی در قصر شیرین برمیگردد که در همدستی با مدنی رئیس وقت اطلاعات قصر شیرین از طریق پارکینگ های شهرداری میلیون ها تومان جابجا کردند. وی همچنین در زمان شهرداری هرسی مدتی بازداشت اما با وساطت اطلاعات استان آزاد شد. جزئیات تکمیلی فساد این عنصر اطلاعاتی به زودی منتشر می شود. ضلع دیگر شبکه پرستوسازی و روسپی‌خانه اطلاعات کرمانشاه زهره رستمی مدیر کل امور بانوان استانداری است. وی در زمان دمیاد استاندار اسبق جست شد و با حجتی پس از پایان وقت اداری جلسات مستقیم برای هدایت و کنترل سمنها و شناسایی پرستوها برگزار می کند. رستمی در زمان بخشداری و مدیر کل امور مالی استانداری کرمانشاه بسیاری از مدیران را به فساد آلوده کرد و از آنها تومه هایی برای حمایت و پشتیبانی از خود فراهم ساخت. قابل ذکر است که سمنها بر اساس قانون زیر مجموعه حوزه اجتماعی هستند اما به دلیل اهمیت اصلی زنان پرستو برای اهداف اداره اطلاعات حوزه بانوان نقش ویژه‌ای را عهده‌دار شده و عملاً در خدمت حجتی هستند. ضعف‌ها و فساد لجام گزیخته مالی گزینه مطلوب حجتی برای اهداف وی می باشد که از طریق آنها خدمات پیشتری از رستمی دریافت می کند. توزیع 3000 پک فاسد بهداشتی که پیشتر در آواتوده افشاگری شد از طریق زهره رستمی آماده سازی و توزیع شد. تغذیه مالی شبکه را نجفی مهر و زهره رستمی در استانداری و حمایت اداره اطلاعات بر عهده دارند که ضمن معرفی و پرداخت تسهیلات از طریق شبکه بانکی آنها را به دلیل خدمات اطلاعاتیشان پشتیبانی می کنند. رویه پرداختی دیگر از طریق توزیع پک های حمایتی برای زلزله زدگان سر پل ذهاب و موکب های زیارتی به کربلای عراق است. برای نمونه از طریق تنخواه پول های بی حساب و کتابی برای برپایی موکب به سمن های افشا شده پرداخت گردیده تا حمایت شوند. از روش های تامین مالی دیگر صدور پروانه چندین سمن به نام یک نفر است که از طریق تسهیلات بلاعوض یا کم بهره به حمایت از آنها می پردازند. به گونه ای که مدیر یک سمن همزمان دارای چندین پروانه مددکاری و آسیب‌های اجتماعی، حمایتی، روانشناسی، امور اجتماعی و مذهبی و یا جوانان است. بیشترین تمرکز پروژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و حمایتی است، زیرا بالاترین تعداد گزینه‌های پرستو و زنان آسیب‌پذیر که به راحتی به خدمت گرفته می‌شوند در این حوزه هاست. اما کدام سمن‌ها در خدمت اهداف پرستوسازی و روسپی‌خانه اداره اطلاعات کرمانشاه قرار دارند؟ در افشاگری بعدی اسامی و اطلاعات کامل سازمان‌های ضد مردم نهاد را منتشر می‌کنیم.
وکیل خانواده علی یونسی گفتند تا مصاحبه تلویزیونی نکند از بند امنیتی بیرون نمی رود. وکیل علی یونسی دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف و برنده طلای المپیاد جهانی از اتفاقات بی سابقه در پرونده موکلش و همچنین فشار بر او برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. مصطفی نیلی در مصاحبه با کانال تلگرامی امتداد گفت که موکلش در ملاقات با خانواده خبر داده که ماموران به او گفتند تا مصاحبه تلویزیونی نکند از بند امنیتی اوین خارج نخواهد شد. بنابر همین گزارش علی یونسی شرح برخوردهایی را که با او صورت گرفته در دو نامه به رئیس زندان اطلاع داده و در دیدار با دادیار ناظر بر زندان نیز شکایتی مطرح کرده است. پیش از این یک منبع نزدیک به خانواده امیر حسین مرادی دانشجوی المپیادی بازداشتی به ایران اینترنشنال گفته بود که او و علی یونسی برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار دارند. برادر علی یونسی نیز گفته است بازجویان سعی کردند به اسم ملاقات با سفیر سوئد برادرش را در یک صحنه سازی برای اخذ اعتراف اجباری فریب دهند. مصطفی نیلی که از سوی خانواده یونسی به عنوان وکیل انتخابی برای علی تعیین شده میگوید به او اجازه دسترسی به پرونده و ملاقات با موکلش داده نشده است. نیلی در گفتگو با امتداد با اشاره به اینکه برای علی یونسی وکیل تسخیری تعیین شده است گفت در مرحله بازداشت و تحقیقات فرد می تواند بدون وکیل از خود دفاع کند مگر در جرایمی که مجازاتش اعدام یا حبس ابد باشد. وکیل علی یونسی با یادآوری مواردی از قبیل تعیین وکیل تسخیری، صحنه سازی برای اخذ اعترافات اجباری، انتقال علی یونسی و امیر حسین مرادی به کاخ دادگستری در جمع هم دانشگاهیان و اساتید و موارد عجیب دیگر گفت وقتی پرونده را با این اتفاقات کنار هم قرار می دهیم بسیار عجیب می شود. علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیر حسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری 22 فروردین امسال بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل پیش از این نسبت به شکنجه علی یونسی هشدار داده است. شماری از نهادها از جمله دیدبان حقوق بشر نیز از روند دادرسی این پرونده و به ویژه بازجویی این دو زندانی در جمع دانشجویان و اساتید انتقاد کردند. همچنین درخواست‌های متعددی برای آزادی این دو دانشجو به مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال شده است. از جمله کمیته دانشمندان نگران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت علی یونسی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده است.